امروز در خدمت شما عزیزان هستم با چهارمین جلسه از پاسخ به سوالات شما که در کامنت ها و یا در خصوصی از بنده یا از ادمین پرسیده بودید که به بنده انتقال بدم و بنده پاسخش رو به شما بدم. بسیار خوب، پس با من همراه باشید تا خیلی از سوالات متداول رو که میپرسید پاسخش رو در ادامه به شما ارائه بدم. با درود و احترام و با نام و یاد حضرت یزدان دادار پایدار، در هر کجا که هستید امیدوارم که تنتون به دور از کجی باشه و همواره تندرستی قرین تن شما، قرین تن روح شما و قرین روزگار شما باشه انشالله، و لبهاتون همواره پر از لبخند باشه در کنارای خانواده محترمتون هر کجا که هستید، انشالله به زیبایی زندگی و گذران بکنید. عزیزان و دوستان، بارهای بار این رو تکرار کردم، امشب باز هم مخصوصا برای عزیزانی که در راه علوم خفیه میخوان در وادی درستش پا بگذارن، این رو دوباره توصیه میکنم. بمبان یک پیشنهاد هست عزیزان، به بزرگترها، به ریش سپیدان، به مو سپیدان، به مادر و پدر، به برادر و خواهر، به بزرگترهاتون احترام بکنید. هر کجا حتی در کوچه دیدید احترام بکنید، چون این بحث بسیار بسیار مهم هست و دریچه‌های غیب بر رو شما باز میشه عزیزان. این رو به جد عرض میکنم خدمت شما، میتونید امتحان بکنید و از اینکه پدر مادر شما سخره میگیرن یا خدا نکرده برای شما تلخ مزاجی میکنن ناراحت نشید، و بزرگترها ممکن است گاهی اصطلاحاً تندی بکنن، ناراحت نشید عزیزان. این رو توصیه به شما میکنم که شما کار خودتون رو انجام بدید، و در علوم خفیه یکی از مهمترین چیزها اخلاق و آداب هست و پاکسازی اصطلاحاً چاکرای شما که از حسد، غرور بیجا، وقتی چاکرای چهار شما پاکسازی میشه به دور خواهی بود. پس این رو یادتون نره عزیزان. خب قبل از اینکه به سوالات بپردازیم، اگر تا الان کلیپ رو لایک نکردید زحمت بکشید یک لایک زیبا به زیر کلیپ انشالله مهمون بکنید. و عزیزان در دیسکریپشن آدرس کانال های دیگه هست، همه کانال ها رو زحمت بکشید سابسکرایب بکنید که در همه برنامه انشالله میگذاریم، و این کانال رو به شدت حمایت بکنید، به خاطر این کانال نیازمند حمایت های شماست، به دلیل اینکه ساختن کلیپ ها متحمل اصطلاحا نیاز مالی هست، و حالا عزیزانی که دستشون به دهنشون میرسه، مخصوصا عزیزانی که در خارج از کشور هستن، میتونن کمکی بکنن به کلیپ ها و کانال ها برای اینکه این راه آموزشی ادامه پیدا بکنه، چون بنده بدون هیچ هزینه اینجا به شما آموزش رو ارائه میدم و همه هم از گنجینه شخصی خودم هست، هیچ ربطی به هیچ کس فرد و کسی نداره. بالاخره بودن ادمین در کانال ها مستلزم هزینه هست و الی آخر. بسیار خوب، پس عزیزان از حمایتتون دریغ نفرمایید، چون به درد خودتون میخوره. اولین سوالی که خیلی از عزیزان میکردن این هست که ما به جای شیر برنج مثلا پول به نیازمند بدهیم. عزیزان و دوستان گرامی، من این رو بارهای بار توضیح دادم، باز هم میگم، نگاه بکنید، اگر میگن شیر برنج، شیر برنج، اول برنجش حبوباته، حبوبات هست، بعد دومین مسئله شیر هست. خود شیر به عنوان یک ماده برای تأمین انرژی برای موجودات ماورایی استفاده می شود، که خب این راهی داره که خب بنده بالا اشاره میکنم بهش. نگاه بکنید، شیر برنج رو یکی از چله های مخصوصش این هست که شما در آب بریزید و زمانی که در آب میریزید پشت سرتون رو نگاه نکنید، یعنی در هدیهش در آب هست، متوجه هستید، و اون رو این عزیزان انرژیش رو میگیرند.
اینکه بنده به شما میگم شیر برنج بدید، ما نمیتونیم شیر برنج رو به جاش مبلغ زکات دیگه بگذاریم. مخصوصا این هست عزیزان، شیر برنج را باید با دست و پول خود تهیه کنید. یعنی این مسئله بسیار بسیار مهمه. شما نمیتونید شیر برنج رو بدید مادرتون درست بکنه. شما چله نشستید یا دعوت گرفتید، شما نمیتونید ببرید بدید مادرتون یا به خواهرتون شیر برنج رو درست بکنه بعد شما بردارید ببرید. حتما باید از پول خودتون و حتما از دسترنج خودتون باشه و همچنین با دست خودتون این رو بسازید و ببرید. حالا در کلیپ هایی که مخصوص اون زکات شیر برنج داره بنده همیشه میگم، میگم مثلا کوچکتر بدهید یا بزرگتر بدهید یا در آب بریزید، که معمولا بیشتر به صورتی هست که میگم باید ببرید و به کودک میانسال و کهنسال بدید و این بسیار بسیار ضروری است. پس عملا نتیجه میگیریم که ما نمیتونیم این رو به جاش پول جایگزین بکنیم. مسئله بعدی دوستان، اون سری هم باز گفتم دوستان باز سوال کرده بودن، حالا عزیزان شاید تازه اومدن، بخورات است. دوستان بخورات، بارها گفتم بخورات به عنوان یک کالای دارای انرژی بالا برای اصطلاحاً مبادله با موجودات ماورایی استفاده می شود. خب خیلی از عزیزان هی درخواست می کنند که شما یه ختمی بر ما بذارید، یک اصطلاحاً دعوتی بگذارید که نیاز به بخورات نداشته باشه. عزیزان دوستان، اولا ختمی که من میذارم بخورات بسیار ناچیز داره. بخورات بسیار ناچیز شما میدونید، اکثرا میگم یا سپند یا نهایتا سندروس یا کندور، که معمولا سپند رو بیشتر میگم با کندور بخاطر اینکه راحت تر باشید. دو چیز در عالم کائنات ما اصطلاحا میتونیم ازش به عنوان پول یا وجه مبادله استفاده بکنیم. یکی در وهله اول خون است که یک وجه بسیار بسیار گران قیمت است. گران قیمت است. چرا؟ به خاطر اینکه خون عامل بقا و انرژی شماست. حالا یا اون انرژی که اصطلاحاً در یک موجود زنده هست، اون رو شما قربانی میکنید. عامل دومیش که هست چیه؟ دوستان بخورات. اصطلاحاً بعضی میگن بهش انرژی چی، یا میگن انرژی هایی که در عالم کائنات در گردش هست. نگاه بکنید بخورات، چرا من میگم سنتتیک استفاده نکنید بخورات دستساز؟ یک، به خاطر این که از انرژی زمین بی بهره است. یعنی اون عطری که شیمیایی درست میشه در اون میزنن انرژی زمین رو و اون انرژی، حالا پرانا بهش میگن چی بهش میگن، اینها در اون بی بهره است. این که یک، وقتی شما بخور رو میسوزون اون انرژی آزاد میکنید و هدیه میکنید. دومین چیزی که بخورات میگم استفاده نکنید، اون روغن است که باعث نفس تنگی شما میشود. خدا نکرده ریاهاتون رو باعث گرفتگیش میشه اون روغن بسیار بسیار سنگین، و وقتی شما تنفس میکنید باعث میشه که ریاهاتون رو اذیت بکنه و آزار بده. پس اگر که بنده میگم چیزی رو یادتون نره. بخورات هم دوستان، بنده اگر حرفی از بخورات میزنم سعی کردم تا جایی که میتونم بخورات روز و بخورات برقه رو کوتاه‌تر ساده‌تر بکنم و یه چیز خیلی ساده به شما بگم که شما در نهایت سادگی بتونید کارتون رو انجام بدید. سومین چیز دوستان میپرسن چرا برای مثلا دعوت ملائک یک سوره نیاز به خط مندل است؟ این رو بارها عزیزان از من سوال کردن و گفتن که چرا ما باید، مگر ما ملائک ما رو میزنن یا مگر ما از ملائک آسیب میبینیم؟ دوستان عزیز دقیقا شما
اون اشتباهتون همینجاست. وقتی شما در یک حیطه نشستید و دارید یک ذکری رو، یک دعوتی رو میخونید، در اینجا انرژی مغناطیس تولید میکنید و این انرژی در گردشه، هی داره میگرده جذب میکنه از این طرف و اون طرف این موجودات رو، و این مغناطیس سنگین، این انرژی که در اونجا حاکم داره میشه، هی بر رو هم انباشته میشه، باعث جذب میشه، باعث میشه این انرژی خارها بیان و در خیلی از مراحل اصلا موجوداتی هستن که شما رو میان محک بزنن دوستان، و خدای نکرده برای انصراف شما باعث بشید که باعث بشون شما آسیب بخورید، وگرنه حضرات ملائکه به شما آسیب نمیزنن دوستان عزیز. حضرات ملائکه در عین مهربانی حضرت رحیم هستن، اون هم نورهای حضرت رحیم هستن و اصطلاحاً خداوند متعال اونها را آفریده، اونها که نمیان خدا رو نکرده شما رو آسیب بزنه. این موجودات اسفلی هستند که با درجه پایین میان شما رو منصرف بکنن. پس اگر بنده میگم که استفاده بکنید خد مندل، به خاطر چی هست؟ به خاطر این مسئله است. مسئله بعد دوستان این هست که میگن ما چه آیه‌ای بخوانیم برای بازگرداندن عمار منزل ما، یا همون عمار مکان، حالا مکان درست نیست، عمار منزلتون است. همه جا عمار داره دوستان، تو بیابون هم شما عمار دارید، دریاها هم عمار دارن، همه اینها عمار دارن. حالا یه بحثی رو گذاشتن گذاشتن عمار، و یعنی عمار در موردشون درست نیست. عمار از معماری میاد، هر جا که بنا هست اینها هستن، ولی هر جا که بنا نیست هم هستن. شما نگاه بکنید دوستان، وقتی یه عماری رو میخواید اسراف بدید، یعنی از اونجا میخواید این بزرگواران رو و این موجودات رو میخواید از اونجا بفرستید بیرون و دوباره میخواید برگردونید، برای بردنش که خب باید ترخیص داشته باشید که اسراف بدید بره، اما برای بازگرداندن تلفظ کافیست. تلفظ این که شما ای عمار این منزل، مثلا به حق الله یا به حق سلطان تارش یا به حق عظمت الله بازگردید به مکان خودتون، گرچه اگر هم نگویید آنها باز میگردن. چرا؟ الان بهتون میگم. به خاطر اینکه شما در ابتدای اسراف این رو میگید که تا زمان تمام نشدنه عمل باز نگردید، زمانی بازگردید که عملم تمام شده باشه. حالا عزیزان فکر میکنن که این تا باز نگردید عملم 21 روز بود، 21 روز باز نمیگردن. خیر، شما هر شب باید اسراف بخونید، باید هر شب اسرافتون رو بخونید، و هر شب اگر مندل داشته باشید مندل، و هر شب تحسین، فرق نمیکنه. با در مورد تحسین و منادر اینها هم که در برنامه قبلی پرسش و پاسخ من براتون توضیح داده بودم و این رو اونجا توضیح دادم که به چه صورت هست. مسئله بعدی که بسیاری از عزیزان باهش سردرگریبان هستن و خیلی خیلی در موردش سوالات عجیب غریب من میشنوم دوستان عزیز، بحث همزاده. بنده به شخص به همزاد اعتقاد ندارم، به این صورتی که دوستان میگن قرین. این که حالا بعضی ها میگن وقتی هر انسان به دنیا میاد 3 جن باش به دنیا میاد، بعضی میگن 2 جن داره بعضی به دنیا میاد، هر کسی به دنیا میاد، نه من به شخصه در این مورد اعتقادی ندارم دوستان عزیز. عدم تطبیق فرکانس در شما و اصطلاحاً بعد قرینی شما باعث برخی گرفتاری ها می شود که در 2 برنامه در 2 کانال آموزشیمون این رو من گفتم، برای اینکه در منزل بتونی کار رو انجام بدید. مسئله بعدی دوستان اون موجودی هست که میگن همزاد. نگاه بکنین، من اسمون رو گذاشتم نگهبان.
این موجودات با برخی افراد هستند، حالا به علت مختلف، و از 20 سالگی هم پیدا نمیشه. از زمانی که نطفه شما بسته میشه بر شما این موجود موظف هست و میاد و کنار شما هست. حالا خیلی از عزیزان بعضی اسمهای خاص روش میذارن، میگن موکل. عزیزان نگاه بکنید، موکل چیه؟ موکل همونجور که اسمش روش هست، آن دسته از موجودات که نسبت به شما عهد دارند و شما نسبت به آنها عهد دارید. آیا ببینید چیزی به شما عهد داده که از شما عهد بگیره؟ اگر دارید پس اسمش موکله. و موکلین هم ملائک جز موکلین نمیشن دوستان، چون آنها خواسته ای که مثلا موجودات اسفلی دارن ندارند. بعد اونها تسخیر ناپذیرند، تسخیر ناپذیرند حضرات ملائک، ولی شما میتونید جن را تسخیر کنید، دیو را تسخیر کنید دوستان، قول را تسخیر کنید، پری را تسخیر کنید. خب اینا مشخص است. حتی ارواح رو شما نمیتونید تسخیر بکنید. متوجه شدید؟ پس این را هم یادتون باشه. یه مسئله دیگر رو من دوستان خیلی ضمنی بگم. عزیزانی که در کانال بنده دنبال انگشتر موکلدار هستند، عزیزان یادتون نره، من رو با قرمز بنویسم، این بحث را در این کانال به راه نیندازید. من نمیتونم به شما دروغ بگم عزیزان، دوستان هم زبانان پارسی زبانان، من به شما نمیتونم دروغ بگم. بنده تنها چیزی که میتونم در مورد انگشتر موکل دار بگم، آن دسته از انگشترها که در حین چله یا دعوات یا اینکه شما از نیرویی که با آن عهد دارید بر روی آن عهد باشد، می شود موکل دار. حالا توضیح بهتون بدم چه جوری هست. دوست عزیزم، شما میرید داخل یک دعوت میشینید، دعوت نشستید، اینجا نشستید، نیرو به شما میاد، یه دونه انگشتر بهتون میده، درسته؟ این میشه انگشتری که موکل داره. بعد این موکل فقط مخصوص شماست. شما این انگشتر رو به کسی دیگه بدید براش بدبختی میسازه. اینجوری نیست که شما فکر کنید مثلا این رو دادید به این یکی مثلا به اون یکی میره، خیر به این صورت نیست، مگر این که شما به آن عهد را تفویض کنید. آن هم باید خود شخص عامل باشه دوستان عزیزم، اینجوری نیست که شما فکر میکنید. این یه مورد. مورد دوم اینه، شما با یک نیرو عهد دارید، با یک نیرو عهد دارید، یک انگشتر رو میگیرید جلوی نیرو میذارید، میگید بر روی این یک عهد تفویض کن. بعد مثلا به شما میگه این انگشتر را مثلا 10 بار بچرخان، فلان ذکر را بگو، یا فلان نام رو بگو، یا فلان کار رو بکن، یا انگشتر اصلا 10 بار هم نچرخون، انگشتر رو 1 بار در بیار داخله. دیگه اون چیزی که نیرو بهتون میگه بر رون عهده، من جواب میدم. بعد شما توی ایران هر جا میرید میبینید ماشالله روز به روز دارن 200 تا 300 تا 50 تا دارن انگشتر میفروشه. عزیز بنده، شما در کانال بنده دنبال انگشتر موکل دار نباشید عزیزم. انگشترهایی که یا نگینهایی که بنده تراش میدم، اینها دارای تلسمات و همچنین هرزها و
وفخا یا کلمات رمزواره هستند که دارای اذن بنده هستند. یعنی بنده این رو با اذن خودم میتراشم به شما میدم و اون نیرویی که عهد نداره، دوستانا عرض میکنم موکلش، فکر نکنید که فقط مال شماست، نه، بر روی اون تلسم، بر روی هر تلسمی که هست یا بر روی هر وفقی که هست، با توجه به این که بنده دمم در اون هست، انرژیم در اون هست، وقتی شما انگشتر رو در دست میکنید یا اون نگین رو میدید انگشتر میسازن یا گردنی میسازن در بدنتون میکنید، جز این که اون کریستال برای شما انرژی رو دفع میکنه یا جاذب انرژی های خوب هست، اون عهدی که و اصطلاحاً اون انرژی که از بنده هست و اجازهی که از بنده هست بر اون انگشتر برای شما کارگشایی میکنه. ولی اون چیزی که خیلی ها دنبالش میگردن و دروغ ماشاءالله در فضاهای مجازی زیاد هست و چه هنگفت پولهایی رو میدن، اون در کانال بنده پیدا نمیشه. عزیزان سعی بکنید دوستان که همیشه با چشم باز کاری رو میخواد بکنید با چشم باز بکنید و دروغ بدترین چیزه. امیدوارم که کانال ها رو حمایت بکنید، این کانال رو هم حمایت بکنید، بیشتر حمایت بکنید دوستان. یه مقداری لایک کامنت هاتون کمه، یه مقداری با انرژی بیشتری بنده رو هم انرژی بدید، وگرنه بنده کار کانال رو بسیار بسیار کمتر خواهم کرد، مطمئن باشید. به خاطر اینکه عرض میکنم اگر کسی دوستانی هستن که اصلا در خارج از کشور میتونن برای ماهانه برای کانال ساپورت داشته باشن، حتما در تلگرام به ادمین اصطلاحاً حتی جزئی میتونن پیام بدن و خوشحال میشیم که عزیزان ساپورت بکنن کانال رو که ما هم داشته باشیم و بتونیم با فراغ بال بیشتری آموزش های رایگان رو بیشتر در خدمت شما قرار بدیم. و عزیزانی هم که باز همینجا دارم میگم برای کار ابطال یا بقیه امور درخواست داده بودن، دوباره درخواستشون رو برای ادمین بگذارن در تلگرام. و عزیزانی هم که نگین یا انگشتری که عرض کردم رو میخواستن میتونن پیام بدن و انشالله ادمین پاسخشون رو خواهد داد. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا برنامه آینده و آموزش دیگر شما رو به دادار پایدار میسپارم. لبتون خندون، سلامتی قرینتون، جیپاتون پر از نعمات الهی و زمینی و آسمانی، در خانواده محترمتون، در کنار خانواده محترمتون پر از برکت و شادی باشید. دادار پایدار یارو یاورتون.